یک دانشمند و کارآفرین ایرانی تبار به همراه پژوهشگران دانشگاه لیوشینپینگ سوئد بینایی را به 14 فرد نابینا بازگرداندند. این پژوهشگران توانستند با استفاده از یک ایمپلنت ویژه قرنیه بینایی را به این گروه افراد بازگردانند. این ایمپلنت برای درمان افرادی که دچار بیماری‌های قرنیه که خارجی ترین لایه چشم که شفاف است به کار رفته است. گروهی 14 نفر از گردشگران هلند و آلمان در سفر به شهر مقدس مشهد به زیارت حرم مطهر امام رضا علیه السلام مشرف شدند. گفتنی است هر سال هزاران گردشگر از کشورهای مختلف جهان به شهر مقدس مشهد سفر کرده و به زیارت حرم مطهر امام رضا علیه السلام مشرف می شوند. سید حمید ناصری، کارشناس فرهنگی در ایران، طی اظهاراتی گفت در ایام محرم و دهه فاطمیه مقدار گناهان و جرایم کم می شود که این از آثار و برکات این ایام سوگواری است. وی درباره آثار و برکات ماه محرم گفت ماه محرم آثار و برکاتی به همراه دارد. از این رو در سابقه 10 الی 12 ساله خود به وضوح دیدم که در محرم و فاطمیه مقدار جرم و جنایت کم می شود. گزارشگران بدون مرز اعلام کرد که طی یک سال گذشته از زمان روی کار آمدن طالبان 60% خبرنگاران افغانستان بیکار شدند و 40% از رسانه ها هم تعطیل شدند. گزارشگران بدون مرز در ادامه به نابودی فعالیت رسانه‌ای در افغانستان طی یک سال گذشته اشاره کرده و گفته که رسانه‌ها و خبرنگاران تحت قوانین ناعادلانه و آزار و اذیت قرار گرفتند. مسجد نورالسلطان، بزرگترین مسجد آسیای میانه در پایتخت قزاقستان افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه این مسجد، نورالسلطان نظربایوف، مؤسس و رئیس جمهور سابق قزاقستان، مقام‌های دینی ازبکستان، قرقیزستان، مغولستان، روسیه و مصر، سفرای کشورهای مسلمان در قزاقستان و جمعی از اصحاب رسانه حضور یافتند. در حالی که طالبان تعطیلی عاشورا را از تقویم افغانستان لغو کرد، رسانه‌های محلی افغانستان اعلام کردند طالبان فردا دوشنبه 15 آگوست را در افغانستان به مناسبت یک سالگی به دست گرفتن قدرت تعطیل رسمی اعلام کرد. تصمیم طالبان با انتقاد شدید شهروندان افغانستان به ویژه شیعیان اهل بیت علیهم السلام مواجه شد.